استان سیستان و بلوچستان در قیام سراسری مردم ایران بعد از کردستان شاید بیشترین کشته و زخمی رو داده. تو همین سه هفته گذشته بیشترین کشتار در یک روز جمعه 8 مهر ماه بود که بعد از نماز جمعه در مصلی زاهدان، هفته پیش هم اشاره کردم، مزدوران حکومت مردم رو به گلوله بستند. هویت 97 نفر تا چهارشنبه شب عرض میکنم که بروز نشده، هنوز نرسیده متاسفانه آمار جدیدتر. هویت 97 نفر که با تیراندازی نیروهای نظامی در جمعه سیاه زاهدان کشته شدن احراز شده است. همچنین بیش از 350 شهروند بلوچ زخمی شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که گویا با نفوذترین روحانی اهل سنت استان سیستان و بلوچستانه، تا پیش از قتل عام مردم بلوچ در مصلی زاهدان در 8 مهر با جمهوری اسلامی انصافا مماشات میکرد، دیگه روک بگیم. این بار و از آن زمان برخوردش بسیار متفاوت با گذشته است. و مردم اینجا توی اسلام تیر خوردن و بسیاری کشته شدن، از مردم بسیاری زخمی شدن و مردم حیران شدن که این تیر از کجا می آید و این تیر به چه هدفی به اونها که در محل نمازان اصابت می کنن. اگر خود را کسان امام زاده بدانن، پیامبر زاده بدانن، ولی ظلم بکنن، به نام اسلام باشه غیر اسلام باشه، ظلم پایدار نیست، ظلم رفتنیست. در خدمت آقای عبدالستار دوشوکی هستیم، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان. درود بر شما، خوش آمدید آقای دوشوکی عزیز. ببینید، من بخشی از این صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو الان پخش کردم به خاطر اینکه این سوال ازتون بکنم که چرا مولوی ها و نه هیچ سازمان سیاسی، حزب سیاسی، چرا مولوی ها یعنی روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان اینقدر در هدایت افکار عمومی در این استان مهمن؟ با عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و بینندگان خوب برنامه شما، باید عرض کنم که بلافاصله بعد از آغاز عمر جمهوری اسلامی، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان ما دیدیم که نهادهای مدنی، دانشجویان، دانشگاهیان، روشنفکران به شدت سرکوب شدن، تعداد بسیار زیادی از اونا اعدام شدن و اون چی که باقی مونده بود ناچار شدن به خارج از کشور بیان و فقط دو گروه مونده بودن در استان سیستان و بلوچستان، علما و روحانیون، که اینها یک روش تعاملی رو با جمهوری اسلامی آغاز کردن و یکی از علل موفق بودن اونها این است که خود جمهوری اسلامی هم میخواست اونها رو در کنار خودشون داشته باشه. نکته مهمی دیگر از دیدگاه مردم هم اینه که مردم یک حکومت شیعی رو در مقابل خود دیده بودن به اصطلاح، و در مقابل این حکومت شیعی مردم از مذهب سنی خودشون که اون رو در تضاد مردم با مذهب شیعه می دیدن به عنوان سپر دفاعی استفاده می کردن و برخی از مولوی ها از این موضوع هم حد اکثر استفاده را کردن که در رابطه با مسائل مذهبی بتونن یک رانتهایی رو کسب کنن و به همین دلیل در عرض 43 سال گذشته مذهب در استان سیستان و بلوچستان رشد کرد، ولی از اون سو باز هم ما تعداد زیادی دانشجو، دانشگاهی، فارغ التحصیل، روشنفکر، فرهیخته، اما زن و مرد بلوچ و غیر بلوچ داریم در استان، ولی خب اونها هرگز توسط جمهوری اسلامی هیچ گونه میدانی به اونها داده نشده و جمهوری اسلامی بر این تصور سیاست های خودش رو اجرا میکرد که ما اگر به قول معروف مولوی ها را در کنار خودمون داشته باشیم و بافت مذهبی اونجا را تقویت کنیم، این میتونه به نفع ما باشه، که تا به امروز اینگونه شده، واقعیت هم همینه. به همین دلیل مردم
البته من این رو هم باید بگم که وقتی نقش مولوی ها و علما رو در استان سیستان و بلوچستان بررسی میکنه، این نقش مطلقی نیست. خیلی ها هستن که من بعدا توضیح خواهم داد که حتی حرف علما رو گوش نمیکنن. و نکته مهم دیگر هم اینه که به هر حال جوون ها، نسل جدید واقعا منتظر دستورات علما نمیمونن، اگرچه اون علمایی که واقعا موضع گرفتن و در کنار مردم موندن امروز یک جایگاه بهتری دارن، کما اینکه شما اشاره فرمودید. ببینید مولانا عبدالحمید، آقای دوشوکی، به هر حال از علما که میگین درسته که میدونم که مورد احترام بخش اعظم مردم بلوچ هستن، ولی داریم صحبت از روحانیون اهل سنت میکنیم و اشاره کردین خودتون به جوانان در بلوچستان، نسل‌های جدید و دانشجویان و به هر حال بخش روشنفکری جامعه بلوچ که و اصولا استان سیستان و بلوچستان که طبیعتاً در یکی دو نسل گذشته مخصوصاً برجسته تر شده و فاصله میگیره از سنت و مذهب در اونجا، ولی به هر حال سنت و مذهب، سوالم این است که در مبارزات مردم بلوچستان چقدر مهمه؟ یعنی آیا گوش مردم و حتی جوانای بلوچ، صریح بفرمایید، به فتوای مولوی هاست یا خود مردم راه خودشونو دارن میرن الان؟ ببینید، جنبش جاری زن، زندگی، آزادی، جنبشی است که یا قیامی است برای رهایی از حکومت دینی و این نکته اساسی این جنبش هست. در نتیجه مؤلفه فتوای اهل سنت مثلا بر علیه حکومت یک شیعی، خب قاعدتا خارج از این آرمان های این قیام خواهد بود و مؤلفه جنگ مذهبی رو تداعی خواهد کرد. از این نظر من فکر نمی کنم که جوانان بلوچ، نسل جوان، چه زن چه مرد، خواهان فتوا هستند. ولی اون چی که مشخصه، همان گونه که مواضع صریح و روشن مولانا عبدالحمید نه در قالب یک فتوا بلکه در قالب نظرات ایشون و مواضع ایشون کاملا شفاف هست و گفته بودند که این حادثه‌ای که در زاهدان، این حادثه جنایتی که در زاهدان رخ داد یک جنایت بوده و ما از این گذشت نخواهیم کرد. من فقط دو مثال برای شما بیارم. حدود دو سه هفته پیش، سه هفته پیش بود که در زاهدان نسل جوان اومدن بیرون و برای مهسا یا جینا امینی واقعا تظاهرات کردن، درگیری های شد و تعداد زیادی از اونها زخمی شدن و دستگیر شدن. بعد از اون در چابهار هم در رابطه با مهسا هم در رابطه با اون جنایت تجاوز توسط فرمانده نیروی انتظامی، جوانان بلوچ چابهاری اومدن بیرون، چند تا بانک رو آتش دادن و واقعا شجاعانه عمل کردن. مولوی عبدالرحمن سربازی، عبدالرحمن چابهاری که بهش میگن، متاسفانه موضع بسیار بدی گرفت. یعنی اون جوانان را اغتشاشگر نامید و دلسوزی کرد که مثلا چرا اینا رفتن یک کیوسک پلیس راهنمایی رو آتش دادن. شما اینا رو در نظر بگیرید، ما از یه طرف یک مولوی بسیار برجسته مثل عبدالرحمن چابهاری رو داریم و از یک طرف جوانها رو داریم که کاملا در تضاد با یک دیگر هستن. یعنی مشخصه که اصلا اینجا بحث فتوا یا بحث دستورات مذهبی نیست. نسل جوان در استان سیستان و بلوچستان بقیده من درست افکارشون مثل نسل جوان در کردستان هست، در خوزستان و آذربایجان و تهران هست. اینها از موضوع حکومت مذهبی و اینکه اصولا مذهب در تمام زندگی اونها دخالت کنه و علمای مذهبی یا رهبران مذهبی برای اونها دستور صادر کنن، با همون گونه که جناب عالی هم فرمودید با کمال احترام به اونها، دیگه زمان این فرا رسیده که رهبران مذهبی باید برن تو مسجد و مسائل مذهبی بپردازن. و این اصلا این پیام اصلی جنبش زن زندگی. خب این آیا در واقعیت مبارزه مردم جوانان بلوچ، تازه ترین خبرها چی از اونجا، آیا در واقعیت هم هست یا منتظر اینن که ببینن فلان مولوی در باره مثلا فلان سرکوب مثلا مردم در فلان شهر چه میگه؟ الان چه جوریه؟
خب من دو تا مثال مشخصی که در از چابهار دادم که مولوی کاملا امام جمعه اونجا کاملا مخالف بود، نمیخواست، ولی مردم بر خلاف دستورات ایشون رفتن کار کردن. در نتیجه مردم منتظر مولوی عبدالرحمن نموندن که برن از غیرت و حیثیت و ناموس خودشون دفاع کنند از آزادی. صحیح. در زاهدان هم به همین صورت بود، در زاهدان هم به همین صورت بود. در مورد قتل عام دو هفته پیش، بله حتی مولانا عبدالحمید دستور نداد مردم که برن اعتراض کنن. این اصلا یه بحثی هم نبود، هیچ فتوا که چه عرض کنن به جای خود مردم، خود جوون ها اتفاق افتاد، خودشون اومدن و اعتراض کردن. آقای دوشوکه، حالا یه موضوع دیگری پیش میاد. ببینین من یه اشاره بکنم برای بینندگان خیلی کوتاه که زمینه این قتل عام مردم در 8 مهر در زاهدان در مصلای بلوچستان، در مصلای زاهدان، در واقع قبلش یه هفته قبل، چند روز قبلش، در که آقای دکتر دوشکی هم اشاره فرمودن، در شهر چابهار فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر بچه 15 ساله بلوچ تجاوز میکنه و بعد و مردم میریزن بیرون. مردم اول درخواست میکنن از نهادهای مسئول که پاسخ بدن، از خودمون کلانتری پاسخ بدن و پیگیری کنن قضیه رو و یقه خلاصه فرمانده رو بگیرن. مسئولان طبق معمول بیمسئولیتی از خودشون عمدن نشون میدن و دنبال نمیکنن قضیه رو. در نتیجه جوانان میریزن بیرون اعتراض میکنن، این اشاره هایی که آقای دوشوکی فرمودن. و بعد ماجرای قتل عام در مصلای زاهدان پیش میاد. ببینید در پیوند با ماجرای چابهار، این نکته که آقای دکتر دوشوکی فرمودن که دو برخورد شده از طرف دو روحانی اهل سنت در اونجا، یه تیکه این برخورد رو ببینیم که یکیشون عبدالحمید سربازی است، امام جمعه چابهار که در واقع امام جمعه درباری جمهوری اسلامی است، البته اهل سنت، و کسی که جوابشو میده مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سارک در استان هست. ببینیم این تیکه رو. از مرحله تقریبا در قسمتی از شهر بازار منطقه چابهار، شهر چابهار، عده آشوبگر و فتنه جو فتنه را تجارب دیدن. ای ملای خود فروخته ای که به خاطر یک چندر غازی میای دین ملت رو به سخره میگیری، مردم رو، دین مردم رو به سخره میگیری و مسخره میکنی، حقایق رو کتمان میکنی. خب آقای دکتر دوشوکی، اینو یه مقدار برای شفافتر کردن خلاصه این بحثی که داریم میکنیم و پخش کردیم که این سوال ازتون میکنم، در غیاب سازمان های سیاسی، اگه سازمان های سیاسی همچین موضعی رو در یک استان به ویژه جایی که مستقیم پایگاه مردمی دارن با هم دیگه علیه هم بگیرن این موضوع رو، خب قیامت میشه، چون طرفداراشون میریزن به هم دیگه فلان میشن و بعد مردمی که اینا توشون ریشه دارن به هر حال اعتمادشون کم میشه نسبت به اینها. خب در غیاب این سازمان‌های سیاسی در استان سیستان بلوچستان مولوی ها هستن، مولوی ها همچین برخوردی با هم دیگه دارن، چشم انداز چگونه میبینید در پیوند با مبارزات مردم بلوچ؟ عرض میکنم اون چی که در این ویدیو کوتاه که شما نشون دادید بقیده، من دو نکته بسیار برجسته است که میتونیم اونها بپردازیم. اول اینکه حتی در بین خود مولوی ها یک گسل نسلی هست، یعنی یک مولوی که به نسل گذشته تعلق داره، مولوی عبدالرحمن سربازی یا مولوی عبدالرحمن چاباری که معترضین رو اختشاشگر خون، البته من ایشون رو حدود از 55 سال پیش میشناسم و اون موقعی که بچه بودم میرفتم مکتب، تازه اومده بود میرفتم مکتب ایشون که خونه ای بود که عموی من به ایشون داده بود و تازه اومده بود چابهار.
نسل جوان مولوی عبدالغفار نقشبندی واقعا جور دیگری برخورد میکنه، در کنار مردم میسته. این یه نکته. نکته دوم اینه که خود مولوی ها هم ناچارن یا باید برن مجیزگوی حاکمیت بشن و به اونها ملا یا مولوی های درباری بگن، یا اینکه در کنار مردم قرار بگیرن. در نتیجه این فشار و مطالبات مردم در به اصطلاح جبهه گیری مولوی ها نقش بسیار مهمی داره. اجازه بدید من در همین مورد فقط یک نکته کوتاهی رو به نقل از مولانا عبدالحمید بخونم که سه دقیقه تا پایان برنامه وقت بفرمایید. فقط اینو میگم، میگه همه ما مخصوصا علما و ریشسفیدان که از روی ترس با رسانه‌های وابسته به حکومت مصاحبه میکنند و نمک بر روی زخم مظلومان میپاشند، باید به این وابستگی و حس غلامی رو از خودمون دور کنیم. اگر ما وجدانمان را زیر پا بگذاریم، مردم ما را نمیبخشند. اساس کلامی رو که مولانا عبدالحمید گفته بود همینه که اگر این مولوی ها برن در کنار حکومت قرار بگیرن، گفته بود جامعه ما الان جریحه دار هست و بنابراین خود را در معرض خشم و نفرین مردم قرار ندهیم. در نتیجه اون چی که مولوی نقشبندی در مورد مولوی عبدالرحمن سربازی یا چاباری گفتن دقیقا همون خشم و نفرت مردم بود، و از این نظر چون واقعا اون چی که در زاهدان اتفاق افتاد نقطه عطفی است بقیده من در تاریخچه اون استان. این قتل هولناکی بود که بنابه آماری که تا به امروز داده شده حدود نیمی از کشته‌ها از بلوچستان هستند، حدود نیمی از کودکانی که در عرض این یک ماه گذشته شده از بلوچستان هستند. البته گذشته هم ما حدود 30% اعدام‌ها در از بلوچستان بودند. در نتیجه بقیده من این یک پارادایم شیفت هست واقعا در استان سیستان و بلوچستان، نه تنها فقط برای مردم بلکه برای علما. به همین دلیل ما میبینیم که علمای جوانی که شما دو علما رو نشون بدید، یکی مولانا عبدالحمید، یکی هم آقای نقشبندی، این بقیده من همه چیز رو عوض کرده و نقش جوانان رو در کنار بقیه ملت ایران برجسته کرده. آقای دوشوکی یک کلمه ایشو جواب بدین، اگه نشد خب میندازیم بعد بحث و بعدن. سوالم اینه، آیا با توجه به سنگینی نقش سنت در منطقه، طبیعتاً به دلیل فقر اقتصادی گسترده و عمیق در منطقه، آیا استان سیستان و بلوچستان با اصولاً مردم بلوچ ظرفیت پذیرش حکومت غیر دینی غیر مذهبی رو دارند یا ندارند؟ 100% دارن. شما مقایسه کنید مردم بلوچ در ایران، خیشاوند مردم بلوچ در اون سوی مرد پاکستان هستند. پاکستان یک مبارزاتی هست که در هر بیش از نیم قرن در اونجا جاری است و تمامی مردم روشنفکران خواهان یک حکومتی هستند که مذهبی نباشه، مثل حکومتی که در پاکستان هست تقریبا میشه که نیم مذهبی. در نتیجه شما وقتی مردمی رو دارید که واقعا توسط جمهوری اسلامی در عرض 43 سال گذشته سرکوب شده به نام مذهب و اونها از مذهب خودشون به عنوان سپر دفاعی استفاده کردن و اونها رو مقایسه کنید با اونور مرز، میبینید که مردم بلوچ ذاتاً آدم انسان‌های بسیار فرهیخته هستند، انسان‌هایی هستند که واقعاً علارغم اینکه سنتی و مذهبی هستند ولی در همه امور، یعنی برخلاف اون چیزایی که من در حتی در پاکستان، افغانستان، جاهای دیگه دیدم، حتی در برخلاف اونهایی که در قوم و بقیه جا هستند، مردم بلوچ مردم مذهبی به عنوان اینکه متعصب باشن نیستن مذهب... مثل مردم کردستان. درود بر شما، شبتون بخیر. سپاس. وقتشه که بریم پرده آخر. در نقل است که پیغمبر اسلام دیدی عده‌ای را گرفتن اسیر کردن دارن میارن، فرمود که ما باید با زنجیر اینا را به بهشت ببریم. اونقدر پیغمبر قصه میخورد به این که این مردم هدایت نمیشن. اسلام آمده است که همه این گرفتاری هایی که در بشر هست زائل کند و همه را به راه راست و با برادری، با برابری، با خوشی اینها را ببرد، راه ببرد، همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد، همونطور که چوپان علاقه دارد که این گوسفند در یه جای خوبی چرا بکنه.
شب و روزگار خوش.